پرویز پرسوی یه ویدیوی کوتاهی پست کرده و نوشته ببینید ویروس کرونا چگونه قربانی میگیره و همچنین گفته سفارت ایران در چین اعلام کرده که تاکنون گزارشی از ابتلای هموطنان عزیزمون به ویروس کرونا دریافت نشده. سفارت ایران در ارتباط مستقیم با ایرانیان مقیم شهر ووهان پیگیر وضعیت اونا میباشد. خبر شرکت کیمیا علیزاده در المپیک پیشرو با پرچم آلمان حسابی خبرساز شده بود، اما الان خود کیمیا مصاحبه‌ای در آلمان کرده و یه جورایی دلیل خودش رو توضیح داده. چون آلمان انتخاب کردیم به خاطر این بود که حالا الان که با شما آشنا شدیم یکم راهنماییمون کردیم در مورد امکاناتی که اینجا هستش و مهمترین چیز تو زندگی من، مخصوصا الان که متأهل هستم، اینه که یه زندگی با آرامش داشته باشم و فکر میکنم که اینجا بتونم در کنار ورزش حرفه‌ای که میکنم و اون اهدافی که تو ذهنم هستش مثل مدال المپیک، مدال جهانی و خیلی چیزای دیگه اینجا بشه. و اما ارژنگ امیر فضلی هم ویدیوی پست کرده. برای پایان رسیدن داروهای شیمیایی اجمن صلوات ان شاء الله شاهد حضور حضرت مهدی علیه السلام باشیم. از مهان صلوات. بله، ارژنگ گفته گویا چون کتاب پزشکی خارجی را قبول ندارن اونا آتیش زدن. البته یادم از بچگی همیشه میگفتن معلومه خراب کردن راحت‌تر و لذت بخش‌تر از درست کردنه. البته شاید خیلی از اونایی که اونجا هستن نمیدونن که اگه فلج نیستن دلیلش اونه که در کودکی واکسن فلج اطفال زدن. البته من چندی پیش متوجه شدم که اصلاً واکسن را هم قبول ندارن. مینا وحید رفته به تماشای مسابقه فوتسال بین هنرمندان و گروه خیریه زینب کبرا برای حمایت از کودکان بی سرپرست و حسابی هم تشویقشون کرده. توی مسابقه فوتسال بین هنرمندان و خیریه زینب کبرا هستیم. انشالله که از برنامه‌های دیگه شما رو اینجا ببینیم. دوستتون دارم. فریمن هم یه ویدیو کوتاه از تمرین موزیک جدیدش گذاشته و نوشته آماده باشیم با کارهای جهانی دارم میام. کریس همزبورت یه مدتیه داره سعی میکنه از طرز خوابیدن سگ‌ها الهام بگیره. البته اینو اینجور که میبینین خودش اعتراف کرده.